سلام به همه همراهی عزیزمون تو چنل یوتیوب جداگانمون، آیدین توسلی، ایمان توسلی. قبل از هر چیزی لطفا کانال یوتیوب جداگان سابسکرایب کنین، همه چی این زنگوله رو بغل بزنین بعد نوتیفیکیشن بیاد، همه ویدیوهای با این ویدیو میبینین لایک کنین، کامنت بذارین، نو انگیجمنت بذارین، همه چی نمیدونم دیگه نمیدونم آدم سر نمیدونم ریاکت ما ریاکت موسیقیایی، موسیقی خوب گوش کنین، ریاکت ما ریاکت موسیقی خوب گوش کنین. امروز تصمیم گرفتیم که جابجا شیم. امروز قراره من آیدین باشم، آیدین قراره ایمان باشه. معلومه بلد نیستینش، اونجوری نشونش نمیدن. آیدین همونطور که میبینید ایمانه. امروز من ایمانم. چایت هم نشون بده. امروز من چای دارم، تتو دارم. با اینکه من چای دارم میخواد ولی ندارم. امروز من کیوتم. عمرن نکات ایمان داشت بیاری. حالا خیلی جدی، ریاکت ما ریاکت موسیقیایی، موسیقی خوب گوش کنیم، موسیقی رو خوب گوش کنیم. خیلی خب، سرتون رو دیگه درد نیارم. پیمان بودا من تعدادتو دارم، سرتون رو درد نیاریم. بریم سال کار. امروز برگشتیم با یه ریاکت از توایس فایتینگ. داشتم نگیرم چیکار میکنید. فایتینگ. آره، توایس از گروه های جدید بودش که خیلی به اون پیشنهاد داده بودید و برگشتیم با ترک I can stop me anyway. $2,300,000 آقا من کلا کلمات انگلیسی دادم سوال میکنم و کلمات انگلیسی فارسی اسپیک کلی نتونست کرد کس ایران نبود یه چند مدت برام 4.3 میلیون لایک داره و 112 من اینجوری حرف میزنم کلمات انگلیسی زیاد استفاده میکنم ولی اینجوری هم حرف نمیزنم 4.3 میلیون لایک داره 112 کیل دیسلایک داره که آپولو هم هواکایی متاسفانه هیترهای گلمون به اون دیسلایک میدن. پس بریم سوال کار. توایس آی کن استاپ. خیلی هیجان زده این براش. حالا جدا از حالا داستانی که دوستش مال برعکسش امروز لباسامون استاری من برعکس اون مثل همدیگه لباس پوشیدیم. خیلی هیجان زده این، بریم که چی میشه. از همین الان خیلی درست و خفن بریم سراغش. خدای خوب باشه، خدای خوب باشه. آفرین. خب اگه برعکس بودیم حال میداد. بریم. 3 2 خدای خوب باشه. 1 ریترو که میان چی کار میکنم تو من نگاه میکنی وقتی من دارم توضیح میدم. خب که میان موسیقی دهه 80 موسیقی دهه 80 دهه 70 دهه 90 اینو چه سخته تو فکر کن ایمان بودن چقدر سخته. برو برو ادامه بده. موسیقی دهه 70 دهه 80 حالا میلادی یا هر تو آمریکای کشور دیگه رو به صورت مدرن تنظیم میکنن، به صورت موسیقی الکترونیک تنظیم میکنن. صدایی که به کار میاد صداهای لوفا، صداهای سینت فیوی، سینتای مخصوص خودش، اورگای قدیمی، پاساژا، درامای مخصوص خودش، بهش میاد تام تام مخصوص خودش. دقیقاً سینت فیو بودن یه ویژگی خیلی خاص. الان داشتم میشتم چرا ایمان گفت سینت فیو. بابا نکن، من آیدینم. بابا من که اینجوری نگاه میکنم، اینجوری نگاه میکنی. ولی جدی ایمان گفت سینت فیو به خاطر اون نوع سینتش بوده. دوم 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 دوم. اگه مثلا ریترو فیلم... که کلا به هر چیز قدیمی تقریبا آره ریترو میگن ریترو اینا، چون سبک موسیقی بودش که خیلی حالا اگه ریترو سینت فیو باشه این آهنگا مثلا یه سینت شنیدیم بینیمون ریترو بوده. ولی خب بودیم توضیح بدیم. یا مثلا اگه شما سریال استرنج ثینگز رو که دیده باشین اون سریال موسیقیاش و یا خود فیلم کاملا سینت ویو. اصلا سبک لباس پوشیدنشون، مدل موسیقی ها، مدل نورای رنگی رنگی شور نشون چقدر توضیح دادیم. بریم آره. بریم 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 سینتش می بریم بیسش که آکورد اگر ایما اگه ای باشه اگر لامینور باشه الان رفت ری مینور باری شد. من امرو آیدینا من سینت فیو کاملا دارم میشنم. آره آره بیسش که قشنگ داره چیز میخوره. دون 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 چند نفرید بعد نه همه تون هستین نه شاید چیزن اینا که خودشونن طبق ما ما فرست ایمپریشن و فرست ریاکشن ماست و هیچ راجب گروه توایس نمیدونیم. احساس میکنم دو طرف قرینه از خودشونن، یعنی این همونه، این هم همونه، فقط لباس نه ایشون همون اینا سیاهان اینا سفیدان دیگه. چرا تقابل خیر و شر رو همه جو دارن فکر میکنم الان همینه، یعنی این یعنی یه نفرن همشون و اینکه ما پیچ وکال شنیدی پیچ وکال آره هلمی
سینت ویو چیه؟ ریتم من دیگه. حالا دوبلش کردی اتفاق عجیب غریب. قبلی هرم من بردم، حالا یه بارم تو ببر اشکال نداره، چون الانم تو ایمانی در از دوباره ایمان برد، ایمان برنده خواهد بود. آها خب پیدن باری کشم. درنگری خب خوشم آنامه. من تشخیص آکورد رو میشه تو آکورد رو آیدین باشن؟ باش اوکی. ای جی همون چیزه؟ مونانوت باحالی زد من هارمونی یاد شد. چقدر ببین سینت ویف نداشتیم، خیلی دوستش داشتیم سینت ویف نداشتیم، حالا سینت ویف نداشتیم. بفرمایید بیت شما بذارت مثلا ترپی داره میخوره هایتش. نه ترپ داره ترپی میخوره هایتش. آکورد دوم گفت از آکورد دوم نخواه از ضرب دوم میزان دوم میام آکورد باشید آکورد اول میزان دوم بیس شروع شد. گوش کن چقدر قشنگه. باحال ملودی کلا خیلی. چرا یه چشش آبیه یه چشش قهوه‌ایه؟ اگر لنز نباشه از این مدل آدم هست که اسمی هم داره، اسم خاصی داره. یه هم نیست اسمش چیه؟ من هم یه هم نی ولی فعلا که اینجوریه. بایس گفتی؟ بایست کی؟ ناخودآگاه زدم. آره؟ نه تو الان میگی زدم یعنی کراش زدم. بایس رو انتخاب میکنن. ای نه هم بایس نه اشتباه کراش نه بابا کراش زدنیه بایس انتخاب کردنیه. آه انتخاب به خاطر چش دیگه من. بله بیسون یا کن چه گلایدی کرد آکاپلا هم داریم شدش آکاپلا داریم سینتو داره آکاپلا میزنه. پیشبینی؟ چه قیافش چیزه؟ ببین من قیافه‌ای که از بچگیم از کلن کره‌ای ها تو ذهنم بود یه همچین استایلیه. این واسه من یه کره‌ای انیمیشن تور انیمیشن توره. آره آخه و آهنگ هم میره بخو بنیا کن قشنگ پشتم مشخصه که داره لاینای سرعت رو نشون میده که لاین اکسپوژر شده و انگار همه چی تنده 100 درصد و کورس پر داره. الان چایت هم بخور سرد شد. آ بله ببخشید چه کاریه الان تو ایمانی با بخوری نه وای خیلی خوبه صدای خوبی داره تعداد خیلی زیاده 1 2 3 4 5 6 7 8 اگه دنسر و پرفورمرن که نمیدونم خب من هیچ اطلاعاتی ندارم میریم حتما به دست میریم زیرش داره یه دونه پلاک کریسا پلاک میخوره اینجا به به وای ایمان اینو کلن میدونه که ایمان باز یه مقدار کمتر از من سبک مورد علاقه تمام زندگی به من میگه که تا این تو دهه اشتباه دنیا اومده. خب من مثلا تو ماشین مثلا بیرونم دارم میرم مثلا جایی بعد میبینم خورشید داره غروب میکنه بعد ریترو یکی از علامتاش خورشید در حال غروبه تو کالیفرنیا تو آره شاید دیده باشید یه خورشید صورتی و آبی آره فید آبی صورتی زرد آبی صورتی که خط 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 روشه این یکی از علامتهای موسیقی ریترو بعد من هر وقت میبینم خورشید داره غروب میکنه یه فیلم میگیرم واسه آیدی میفتم میگم ببین چه ریترو خیلی من دارم میگم و یه ریترو هم ساخته تو چنل یوتیوبش هست میذارم این بالا حتما ببینید. هم نذاشتم قرار آپلود کنم. نذاشتی؟ اسپویلینگ اون استرنجر ثینگز بودش که خب اونو فعلا برید اونو گوش کنید تا جای در رو بذاره. ما اصلا کلا شباهت مثال نمیزنیم ربطی مثال نداره این حرکت که الان داره این نمیدونم سال ویدیو چقدر بود؟ سال ویدیو چقدر بود؟ مالکی بود. سال ویدیو چقدر مثلا 2 کیلو سال ویدیو سلام داداش یه 3 کیلو سال ویدیو هم میدی ببینید چجوریه مثلا اگه 2018 باشه آهنگ
چی بودش؟ مال مثلا شاید اونم 30-40 سال پیشه. خب آهنگ او ده نایت که آیدین کاورش کرده، میذاره این باره بهت نگاه دمت گرم. تمام اینا رو میگم به خاطر اینکه بچه‌ها بفهمن که سینت ویو دقیقاً چیه. اون مدل موسیقی داره تونه او دقیقاً اینم تو کرد. دقیقاً سینت ویو یعنی مشابه موسیقی اون زمان. این المانا رو نداشته باشه سینت ویو نیست. سینت ویو نیست. اینا سه صبح تا شب گوش بدم. Red light. چقدر خوبه. مایمانا رفیق فابریک بود. بزن واسمون. من یاد گرفتم که مثل که به این حرکت که تای وکال میکنم بهش میگن کرای. کرای آها این تکنیک میگن کرای. جیمینم انجام میده. آره جیمین انجام همونجا تو کامنت ها بکیون هم توی اکسو هنگ اول مانستر انجام میده. بله توی کامنت ها دوستان نوشتن که مثل که اسمش کرای. تحقیقات نکردم در موردش، صرفا دارم از رو کامنت ها میگم. اگرم خیلی باحال بود ایول نمیدونم اگرم اشتباهه چون منم انجام میدم یه موقعی نمیدونم کرای اسمش. مثل که به این تکنیک میگن کرای. اوورتور وکالایز حواست باشه دیگه آید اینجا. بابا من توی یه چیز دیگه هم وکالایز توضیح میدیم؟ نه اوکی برو. شما چند مدل ما با خدای سخت اینجوری نمیتونم. برو اینجوری نمیتونم. فکر کن منم یادم رفت چی بود؟ وکالایز چون هم یادم بچه ها وکالایز به یک تیکه از موسیقی به اسمش اوورتوره. اگه اوورتور توضیح دادیم؟ خیر صدام رفت. خب من صدام رو دست دادم. خیلی اوورتور بخشیه که کورس تمام میشه بین پل ارتباطی بین قسمت اول و قسمت دوم. یعنی اوورتور هم بنویسم؟ اوورتور هم بنویس. بله اوورتور تو این قسمت میان آقا ساز استفاده میکنن، یا مثلا یه موزیک میزنن خواننده نمیخونه. یه پلیه بین اون که بریجه. نه پل ارتباطی بین چیز آره، بین... دارم میگم بین کورس که تمام شد ترجیبن تا ورس یک. بله. ورس دو. بله. برسه بهش میان اوورتور. حالا تو این اوورتور میان از ساز استفاده میکنم، موزیک استفاده میکنم، بیشتر موسیقیه. یعنی 90 درصد موسیقیه. بیشتر موسیقیه. حالا الان وکالایز به معنی چیه؟ یعنی که تو این اوورتور به جای ساز از وکال استفاده کنی. نه 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 یا مثلا نه 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 خیلی خوب میزنه. چه تنظیم سینت ویوی. آره. همتنم کرک ترم کرک مورد علاقه تو بیسو خیلی درسته. خیلی موزیکش درسته. بچه اسنیر سینت ویو یه اسنیر سینت ویو هم یه کوچیک بگوشم. آیا مثال ایرانی بزنم که تو ایران تا حالا ریترو پخش کرده اشکال داره؟ بجز من؟ بجز ما یعنی؟ بجز ما نه بگو که یاسین ترکی. یاسین ترکی هم سینت ویو میزنه. یاسین ترکی هم از کسایی که خیلی سینت ویو دوست داره. موزیکای اونم گوش کنید. آره سینت ویو زیاد میزنه. آلبوم آخر سیروان هم یه جاهای از سینت ویو استفاده شده بودش. اون گلایدو آره یعنی یه چیز مد و فکر می‌کنم که سیروان چون می‌خواست اون آلبومو خیلی راک بزنه نرفت سمت سینت ویو. آره. احتمال میدم اصلا یه چند ترک این شکلی بده. و اینکه میشه گفتش که شاید تو این مدت یکی دو ماهه یکی از بیشترین کسایی که سینت ویو تو ایران کار بکنه، کار جدید ریلیز کنه ما این. امید خدا. ما این. این های حتی شده خوبه ریتز دراپ شده از این دنس های اینجوری هم داره شد. دقیقا های حتی بیشتر شد. چیز داره هفت داره اسمش میشه هفت دیگه. آره اسمش هفت میشه هفت بیت شدش. هفت بیت هفت رو گفتم قبلا نوشتیم؟ چیزی نوشتیم ما سیکس ریلی نوشتیم یادمه من خودم. اوکی بچه هفت بیت رو میگن گفتیم. این بیسه برو بالا ببینم برو بالا ببینم. دارم زیمانی با آقای نوتا رو بزنیم. چقدر خوبه. دو تا وکاله
به 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 واو واو این چی کره دیگه؟ ببین عشق دارم میکنم من اینجوری هم کلن چقدر خوب میزنه ایما اینا رو. اینا های مقصد ایمان خوندنش به خاطره که من های نوتار من میخونم به ایسار رو داره ایشون همشون دارم واسه من هایی میزن آره کلا کدومه توی دارید این های نوتار بچه اونی که داره این های نوتار بخونه بگید اون بایست منه احساس کنم که الان اگر اوورتور نزنه یا میزنه یا نمیزنه میره تو بریج 100% تو بریج شاید هم تغییر ریتم داشته باشیم اینجا احساس کنم که بریج نیست رپ میخونه این اون آر ام بی رپی چقدر توایس دوست دارم بریج تغییر ریتم ریتم کلن دراب شدش دراب شد داره پیانو میزنه یه پیانوی آرسی شده است به صورت آرسی اون صدای نویزی قشنگ یه پلاگین داره انگار فالش حتی یه کوچولو ویو تیپ میشه ویو میشه یه کوچولو آهنگای قدیمی ضبطه مثلا گراموفون رو دیدید یه ذره فالش صدا میده الان به خاطر اینکه اون حس رو توی آهنگشون ایجاد کنن میان این افکت های آرسی رو استفاده میکنن یه کوچولو صدا رو فالش میکنن که حس همون قدیمی آره ویو تیپش میکنن اوه پورا پورا چیزه اکاپلاس میره بالا میخواد بتره برو بالا وای چه اخ اون زیر اون زیر این چیه؟ این کدومتونید؟ اینو من میخوام ایمان بایس انتخاب کرد آره ما حالا اسمشو بهم بگید کیه دیگه ایمان لطفا. حتی کراش زد نمیدونم کدومه ولی زدم من المان های زیر موزیک فقط بیام انا چی هستش تمیز یه سینت داریم که به صورت لید سینت بهش میگن براس سینت خب یه دونم دوم 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 یه پلاک دوم دوم یه آرپژه دوم 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 یه دونم بیس دوم 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 همه اینا رو قبلا توضیح دادیم همه رو گفتم یه دونم داره اینا کاملا میخواد و و وکال یعنی موزیکش همینه الان بسیار زیبا داره سینت ویو میزنه وای بعد آقا یه لحظه آقا ما ریاکتمون ریاکت موسیقیاییه این لوکیشنه کجاست دقت کردی انقدر آهنگو دوست داشتم اصلا دقت فکر کنم ساخته است اینا یعنی پیش ساخت درست کردم فکر کنم یعنی نمیدونم احتمالاً یه استودیو اون تصویر پوشی احتمالاً یه عکس و اینها یونولیت های رنگ شده است احتمالاً اگه یه همچین داستانی چون من که بعید میدونم واقعا یه همچین لوکیشنی وجود داشته باشه اگه ساختید اینو چقدر زحمت کشیدید خیلی خفنه واقعا سه نفر ببین یکی داره مینو میخونه یکی داره یه آوا میره یکی داره یه آوای دیگه میره یعنی به به ویسل نوت نه ویسل نبود منم زدم صدای نه میدونم زدی ویسل داره میزنه نه فقط خیلی ریز بود داره اقل میدونه داره کامل نه سوپرانوی خیلی گنده داره میزنه ویسل ولی نشد البته قطعا توانایی ویسل زدن رو 100% داره 100% یعنی ویسل خیلی راحته آره راحت میزنه ویسل رو تو من گفتم داره حرف میزنه ویسل میزنه ویسل رو گفتم یه نمی نویسیم آره آره چه این رقصش ایرانی بود بعد برو وکالایز ولی سینت همون زیر داره داره حاله رو میده سینت همون زیر ببین یه چیزایی هستش به قول یکی دوستامون میگفتش که یه سری چیزا رو ما الان خب چون کارو موسیقی تشخیص میدیم شاید خیلی یاد بهش دقت نکنه شاید نشنون حتی ولی اگر از موزیک حذف بشه اون حاله رو اصلا نمیده. شما یه چیز بد میشنوید مثل صدای بیس ساز بیس اگه دقت بکنید شاید تو وهله اول و اگه خیلی یانگ و دقیق گوش ندید بیس رو اصلا نفهمید چی داره میزنه یعنی خیلی مهم نباشه ولی
به فاصله، یعنی به صدم ثانیه اگه بیسیس وایس دیگه نزنه میگه لخت شد موزیک، اصلا گروو نداره، یه اتفاق بد شد، اصلا ریتم نداره، مثلا آره بیس نباشه خب اینم همین کاری، یعنی ساز اون سینت اون زیر داره حالی که باید بده رو میده. اوترو شین تموم، چه صدایی، ببین وکال داره، سینت داره، اکولاسیون قشنگ ریترو، انقدر سینت داره خوب میزنه. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم، تو حالا نداشتیم اصلا، اصلا تشریف شد قطار رفت و از این نیفتی. وای که خیلی دوست داشتم، وای وای وای. The second full album، این full album دومشون، خیلی دوست داشتم قطعش کنم آقا، دمشون گرم، خیلی خوب بود، خیلی خوب. تو اسم پیشنهاد دادید چون خیلی الان به اون حال داد اکن استاپ میش که خیلی خفن بود. ما گیتارینا باها گیتار برمیگردیم بریم سراغ اینجا، بریم واسه آکوردا گیتارینا. درسته، امروز وقت منه، شما نمیشیم اینجا، فقط باید یه ذره دستتو بالا بگیری که گام شاید اینجا لادیز مینوره، لادیز مینور. خب اگه گام من میخوام آره اگه خب اگه گامش لادیز مینور باشه، آکورد اول لادیز مینوره، دو سه چهار، بس سولی از ماژور، ریدیز یک دو سه چهار. تو چرا سه چهار کردم؟ سه چهار کردم کار خدا بود، حالا دیگه آکورد مورد دارم، حالا آکورد آیدینی. چی شد؟ این اصلا رفی ها این دیگه زد، یک دو سه چهار. آخی چه غمگین بود. بله این از پارت آکورداش آید اینجا زحمتش، بله امروز جامون عوض شد در اینا، چند ثبتش رو چقدر بالا میگیری؟ عادت دارم لذت، واقعا لذت بود، دهتون گرم خیلی، دهتون گرم خیلی، مرسی که نمیدونی چه خوشحالم که با همین درد نیاریم ویدیو رو تمامش کنیم، ما چه خیلی صحبت نکنیم، خدا همین بقیه قشنگ رو جوری صحبت کنیم. خیلی آهنگ خفنی بود، تو حالا ریترو نداشتیم، خیلی خوشحال میشیم، مرسی که پیشنهاد دادی، خیلی خوشحالم کردیم. آره خیلی ما با این سبک خوشحال میشیم، مرسی از توایز. لطفا با اسمونو به اون بگید که اسمشون چیا بودن و چیز نوکا. خیلی خوب آینجان، سینت فی سینت فی هم موسیقی دهه 80 70 میلادی هستش که کشور آمریکا، کشور اروپا یا هر جای دیگه بوده و به صورت مدرن با صورت الکترونیک تنظیم میشه که توش هم موسیقی لوفای ریترو همه چی هم استفاده میشه و المان‌های خاص خوشم داره که توی اون قسمت گفتیم بینگ. مرسی. وکالایز، وکالایز و اوورتور ما با هم گفتیم، با هم میگیم دو تاشو دونه دونه بگو. وکالایز مثلا اوورتور بگیم، پس اوورتور، اوورتور پل ارتباطی یا فاصله بین کورس اول و ورس دوم یا مثلا تو قسمت بعدی تکرار میتونه بشه، ولی عموما وقتی که یه جا کورس تمام شه، ترجمه تمام شه، یک ملودی با ساز و صدای موسیقی زده میشه. حالا اگر به صورت دینگ، اگر به صورت صدایی باشه، به صورت با صدا باشه، به صورت چاپ وکال باشه، به صورت وکال باشه، میگن وکالایز شدن این قسمت رو. سپاسگزارم لطف بیکران، اعلامیه سیستمی که توش توضیح دادیم کاملا، تو توش هم تمام نکاتم قبلا گفته بودیم، مثلا چیزایی که من هفت بیت
اینو که قبلا گفته بودیم. آره دیگه الان یه ذره تعداد نکات ها احتمال داره از الان به بعد کمتر، همین 3 4 تا. همین الان دو فایل دارم میبینم. الفو دیدم حتی. خیلی خب بریم آقا، خیلی سرتون درد نیاریم. دمتون گرم، مرسی که اما حمایت میکنید. بعد از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب هر جفت ما رو سابسکرایب کنین، آیدین توسل ایمان توسل، لطفاً زنگره بغل بزنین براتون نوتیفیکیشن بیادش. این ویدیویی که میبینید یا ویدیوهای قبلی که دیدین رو لایک کنید. حساب که خودت بود، میخوام اینجوری بگم دفعه حساب که من نمیتونم بدش. خیلی سلام تو همه ویدیو رو کامنت بزنین براشون، کامنت ها لطفاً انگلیسی، گفتم لایک و کامنت ها لطفاً انگلیسی باشه، فنجیریش باشه و از ایمیج استفاده نکنید لطفاً. آدم مثل که ببینید چجوریه این آدم مثل هر کی فقط مثلا چای من بازم موند حد ازش، من خب نمیتونم واسه یک چای بخورم. خیلی چای کردم، خیلی مخلصیم، به پیشاتون بدید. اینم دو تای گروه جدیدامون الان باید دوباره الان ریسیت میشیم، میره دو تا گروه قدیمی ها بین الملل داریم. باشه دو تا بین الملل، دو تا گروه قدیمی ها، بعد دوباره گروه قدیمی که گروه قدیم ریاکت کردیم ما، ریاکتشون قدیمی واسه ما، یعنی آره. ما قبلا یه بار ریاکتشون کردیم، پس الان دو تا بین الملل سو بی تی اس، بلک پینک، بلک پینک، دریم کچر، گاد 7، استری کیدز، ان سی تی، ان سی تی، بعد دیگه چی زدیم؟ چیازا خیلی زدیم. زدیم یه 20 تا حالا زدیم ها. آقا خلاصه دمتون گرم، بریم. خیلی چاکریم. خیلی مخلصم. اینجوری می‌کنیم. Yeah.